تعطیلی مدارس 11 شهرستان استان فارس بر اثر گرد و غبار. حملات تروریستی به 3 کلیسا در اندونزی. گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ و ایمانوئل ماکرون. با سلام به بینندگان عزیز، توجه شما را به در یک نگاه این ساعت جلب می‌کنیم. روز یکشنبه مدارس 11 شهرستان استان فارس به علت بروز گرد و غبار تعطیل شد. شهرهایی که مدارس آنها امروز تعطیل شدند عبارتند از شیراز، کوار، کازرون، ممسنی، رستم، فیروزآباد، سروستان، لامرد، مهر، جهرم و مرودشت. ساعت 5:43 دقیقه بامداد امروز یکشنبه 23 اردیبهشت زمین لرزه‌ای به قدرت 4 ریشتر یاسوج و سیسخت در استان کوکیلویه و بوی رحمت را لرزاند. این زمین لرزه در عمق 8 کیلومتری زمین به وقوع پیوست. رئیس هلال احمر رژیم اعلام کرد تاکنون 5 نفر بر اثر صاعقه و سیل و ریزش منزل مسکونی جان خود را از دست دادند. وی گفت تاکنون 2 نفر در چهارمحال و بختیاری، 1 نفر بر اثر صاعقه در اشنویه، 1 نفر در خوی به دلیل غریق سیلاب و 1 نفر نیز در اهر بر اثر صاعقه جان خود را از دست دادند که مجموعاً تعداد کشته شدگان به 5 نفر رسیده است. به افزود در طالقان در استان البرز نیز 1 نفر مفقود شده است. بامداد امروز یکشنبه بر اثر حملات تروریستی به 3 کلیسا در اندونزی ده‌ها تن کشته و مجروح شدند. این انفجارها در سورابایا دومین شهر اندونزی به وقوع پیوست. رسانه‌های محلی گزارش دادند حملات انجام شده انتحاری بود. به گفته پلیس اندونزی حداقل 9 تن کشته و بیش از 40 تن مجروح شدند. پلیس فرانسه شب گذشته از حمله فردی مسلح به چاقو به آبران در منطقه دو پاریس خبر داد. به گزارش رسانه‌های فرانسه در جریان این حادثه که در حوالی ساختمان اپرای پاریس به وقوع پیوست دست کم 2 تن کشته و 8 تن مجروح شدند. یکی از کشته شدگان فرد مهاجم بود که با شلیک پلیس کشته شد. به گفته منابع پلیس فرانسه مهاجم با انگیزه تروریستی دست به اقدام زده است. حال 2 تن از مجروحان وخیم گزارش شده است. شبه نظامیان داعش با صدور اطلاعیه مسئولیت این حمله تروریستی را پذیرفتند. ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در پیامی گفت یک بار دیگر فرانسه با خون هزینه داد، اما امکان ندارد حتی 1 وجب از آزادیمان را به دشمن واگذار کنیم. ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک تماس تلفنی نگرانی عمیق خود را از تنش‌ها در خاورمیانه ابراز کرد. CBS با اشاره به خروج آمریکا از برجام گفت دولت‌های اروپایی تلاش دارند تا میلیاردها دلار تجارت با رژیم ایران را که بعد از برجام از سر گرفته بودند نجات بدهند. فاکس نیوز گزارش داد اواخر شنبه ارتش اسرائیل چندین حمله هوایی در شمال نوار غزه انجام داد تا تونل حماس را که در آنجا ساخته می‌شد نابود کند. سخنگوی ارتش اسرائیل گفت این تونل هفته‌ها بود که ردیابی می‌شد و تا چند فوتی داخل غزه نابود شده است. ارتش اسرائیل گفت مسیر اصلی عبور کامیون‌های باری به داخل غزه را بسته است. این بود در یک نگاه این ساعت. به ادامه برنامه‌ها توجه کنید. خدا نگهدار.